سلام، اینجا بندر عباس. ما جمع شدیم تا اعتراض خودمونو به جداسازی منطقه پارسیان از هرمزگان به گوش این مسئولایی که هر روز دارن یه بلا سر ما میارن و ما رو تحت فشار قرار میدن، نمیذارن یه آب خوشی از گلومون پایین بره. به این مسئولا بگیم که نباید این کارو بکنن و ما تا آخرین لحظه پاش وای میستیم. از همه همشهریایی که دارن صدای من و این گزارشو میبینن خواهش میکنم که به ما بپیوندن. این فریاد مردم به جان آمده بندر عباس از سالها تبعیض و ستم رژیم آخوندی در این استان و چپاول دارایی‌های آن توسط باندهای حکومت آخوندی است. فریادی که به گفته این هموطن دیگر خاموش نخواهد شد و مردم تا آخر ایستادند. همه چیز از آنجا شروع شد که وزیر کشور آخوند روحانی از جداسازی شهرستان پارسیان خبر داد و استاندار رژیم در فارس هم در 14 مهر این الحاق را رسما اعلام کرد. از روز 16 مهر تجمعات گسترده مردم علیه کارگزاران رژیم در هرمزگان شکل گرفت. مردم با تجمع در برابر استانداری با فریادهای مرگ بر عزیزی، مرگ بر استاندار، خواهان لغو این تصمیم ضد مردمی شدند. روز 17 مهر مجدداً صدها تن از مردم در برابر استانداری هرمزگان تجمع کردند و این بار جمعیت بیشتری به صفوف معترضان پیوستند. این در حالی بود که نیروهای سرکوبگر بیشتر از روز قبل در صحنه حضور داشتند، ولی جرأت عکس‌العمل در برابر مردم را نداشتند. عصر پنجشنبه 18 مهر نزدیک به 800 تن از مردم این بار در برابر فرمانداری بندر عباس تجمع کردند و شعار می‌دادند هرمزگان بیداریت مبارک، از جاست تا پارسیان، هرمزگان هرمزگان. در این روز ایادی رژیم برای متفرق کردن مردم شایعه‌ای پخش کردند که مجلس رژیم اعلام کرده است که مصوبه الحاق پارسیان به فارس لغو شده است، اما مردم گوششان از این ترفند پر بود و اعتنایی نکردند. آنان متقابلا اقدام به امضای تومار بزرگی علیه جداسازی پارسیان کردند. روز جمعه 19 مهر مردم بندر عباس از فرصت نمایش جمعه استفاده کرده و دست به تظاهرات زدند. نعیم آبادی امام جمعه جنایتکار هرمزگان که خود قبلا از حامیان طرح جداسازی بود، در وحشت از خشم مردم عقب نشینی کرد و گفت با الحاق مخالف است. برخی شعارها و پلاکاردهایی که در این تظاهرات بودند عبارتند از مگه هرمزگان ارث پدرتونه که دارین تقسیم میکنین؟ و سکوت هر بندری خیانت است به استان. هرمزگان بیداریت مبارک مبارک، از جاسک تا پارسیان، هرمزگان هرمزگان. روز 20 مهر بیش از 1000 تن از مردم که زنان بسیاری در پیشاپیش صفوفشان بودند در برابر محل قدیم استانداری هرمزگان دست به تجمع اعتراضی زدند. مردم کارگزاران رژیم را با این شعار تهدید کردند: پارسیان آزاد نشه اسکله رو می‌بندیم.
روز 21 مهر بیش از 800 تن از مردم به جان آمده مرکز تلویزیون رژیم را به محاصره خود درآورده و با سر دادن شعارها و بلند کردن پلاکاردهایی به سیاست سانسور حکومت آخوندی اعتراض کردند. عصر روز 22 مهر بزرگترین تجمع در مقابل صدا و سیمای رژیم در بندرعباس شکل گرفت، به طوری که خیابان‌های اطراف آن در تسخیر مردم معترض بود و عبور و مرور اتومبیل‌ها متوقف شد. از جمله شعارهایی که مردم در این تجمع بزرگ اعتراضی می‌دادند این بود که پارسیان آزاد نشه اسکله بسته میشه، و یا خطاب به استاندار تحمیلی رژیم شعار می‌دادند که عزیزی حیا کن هرمزگان و رها کن. همچنین همانطور که در یکی از عکس‌ها دیده می‌شود، خطاب به صدا و سیمای رژیم آخوندی روی یکی از پلاکارت‌های مردم نوشته شده بود: اینجا صدای مرکز خلیج فارس، صدای خالی از غیرت. روز 23 مهر مردم در بهشت زهرای بندرعباس گرد آمدند و این بار معترضان با هماهنگی که صورت گرفته بود دستبندهای آبی و سیاه به دست بسته بودند و شعار می‌دادند. بزرگترین تظاهرات در روز 24 مهر صورت گرفت و هزاران نفر دست به تجمع زدند. نیروی سرکوبگر انتظامی در وحشت از اوجگیری خیزش مردم در چند نقطه با آنان درگیر شد و بر اساس گزارش‌های مردمی ده‌ها تن از مردم طی این درگیری دستگیر شدند. اما خانواده‌های دستگیر شدگان بلافاصله در برابر مراکز امنیتی رژیم تجمع کرده و خواهان آزادی بستگانشان شدند. مردم اعلام کردند علاوه بر تجمعات روزانه، تا لغو کامل مصوبه ضد مردمی رژیم، هر شب از ساعت 21 به مدت یک ربع بر روی پشت بام‌ها شعار الله اکبر سر می‌دهند.